در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست. کتاب چهارم، صدوم و عموره، راوی محمد حسن پور. فصل سوم، قسمت نهم. بعد از روزهایی که مهمان داشته بودم، طبعا منتظر کسی نبودم و ماشین به دنبال من و آلبرتین می آمد. و وقتی برمی گشتیم، امه از روی پله اول جلوی هتل با چشمان مشتاق و کنجکاو و حریص بی اختیار نگاه می کرد تا ببیند چه انعامی به راننده می دهم. هرچقدر هم که سکه یا اسکناس را در دستم پنهان می کردم، باز امه با نگاه هایش دستم را باز می کرد. بعد از ثانیه ای سرش را بر می گرداند، چون با ملاحظه و با ادب بود و حتی خودش هم به درآمدهای اندک قناعت می کرد. اما پولی که به کس دیگری داده می شد، کنجکاوی مهارناپذیری در او می انگیخت و دهانش را آب می انداخت. در آن چند لحظه حالت خیره و تبالود کودکی در حال خواندن داستانی از ژول ورن را داشت. یا کسی که در رستورانی نه چندان دور از تو نشسته باشد و ببیند که برایت خوراک قرقاولی می کشند که خود نمی تواند یا نمی خواهد سفارش دهد و لختی افکار جدیش را کنار بگذارد و نگاهی خندان و پر از مهر و غبطه به قرقاول بدوزد. گردش های من با ماشین این چنین روز به روز ادامه می یافت. اما یک بار در حالی که به اتاقم می رفتم، آسانسوربان گفت: یا آقای اومدن؟ براتون پیغام گذاشتن. این را با صدایی کاملا گرفته و همراه با چندین سرفه گفت و صورتم را توف باران کرد. بعد گفت: عجب سرمایی خوردم، انگار که خودم چشم نداشتم و نمیدیدم. دکتر گفته سیاه سرفه است. و با سرفه و توف باران من با لحنی خیرخواهانه که البته ساختگی بود گفتم: حرف زدن خستتون میکنه. میترسیدم سیاه سرفه بگیرم، چون با آمادگی تنگی نفسی که داشتم سخت آزارم میداد. اما آسانسوربان همچون تک نوازی که نخواهد به خاطر بیماری برنامه‌اش را تعطیل کند، برای خود افتخاری می‌دانست که پیاپی حرف بزند و آب دهن بپراند. گفت: نه خیر، مهم نیست. پیش خود گفتم که برای شما شاید نباشد، اما برای من چرا؟ وانگهی به زودی برمیگردم پاریس. چه بهتر، البته اگر قبلش مرا هم دچار سیاه سرفه نکند. گویا پاریس خیلی عالیه. باید از اینجا و مونته کارلو هم عالی تر باشه. هرچند که پادو و حتی مشتری و حتی سرپیش خدمتایی هم که برای کار فصلی به مونته کارلو میرفتن، اغلب میگفتن که پاریس به اندازه مونته کارلو عالی نیست. شاید اشتباه میکردن. هرچند که سرپیش خدمت نمیتونه آدم احمقی باشه، چون گرفتن همه سفارش ها و نگهداری میزا کلی کله میخواد. شنیدم که حتی از نوشتن نمایش نامه و کتابم سختره. کم و بیش به طبقه من رسیده بودیم که آسانسوربان مرا تا طبقه اول پایین برد، چون معتقد بود که دکمه آسانسور خوب کار نمی کند و در یک چشم به هم زدن درستش کرد. به او گفتم که ترجیح می دهم از پله ها بالا بروم، که منظورم گفته نگفته این بود که نمی خواهم سیاه سرفه بگیرم. اما او با سرفهی بغایت صمیمان و مصری مرا در آسانسور نگه داشت و گفت: الان دیگه خطری نداره، دکمش رو درست کردم. چون دیدم که مدام حرف می زند و برایم دانستن اینکه چه کسی آمد و پیغامش چه بوده است از مقایسه زیبایی های بلبک و پاریس و مونته کارلو مهم تر بود، به او به همان حالتی که کسی به خواننده تنوری که با بنجامین گودار حوصله اش را سر برده میگوید بهتر است برایم از کارهای دبوسی بخوانید، گفتم: راستی کی اومده دیدن من؟ همون آقایی که دیروز با هم رفتیم بیرون. میرم کارتشو از دربان براتون بگیرم. چون دیروز قبل از رفتن به دنبال آلبرتین، روبرت دو سنلو را به ایستگاه دونسیر رسانده بودم، گمان کردم منظور آسانسوربان سنلوست، در حالی که راننده ماشین بود و با گفتن این عبارات درباره او، همان آقایی که دیروز با هم بیرون رفتید، در ضمن این را هم به من می آموخت که یک کارگر همان اندازه آقاست که یک اشرافی. و
درسی البته فقط در زمینه واژه ها، چون در زمینه عملی هرگز تمایزی میان قشرها و طبقه ها قائل نشده بودم و اینکه از شنیدن عنوان آقا برای راننده دچار همون تعجب کنت فلان شدم که تازه هفته پیش این عنوان را یافته بود و وقتی به او گفتم کنتس به نظر خسته می آیند سر برگردان تا ببیند منظورم کیست. فقط به این خاطر بود که از نظر زبانی عادت نداشتم. هیچگاه فرقی میان کارگر، بورژوا و بزرگ اشرافی قائل نشده بودم. بی هیچ تفاوتی آماده بودم با هر کدامشان دوستی کنم. البته با اندک ترجیحی برای کارگران و در درجه دوم برای بزرگ اشرافیان. و این نه به انگیزه سلیقه بلکه به دلیل این آگاهی بود که از بزرگ اشرافیان بیشتر از بورژواها می شود احترام به کارگران را انتظار داشت. یا به این دلیل که اشرافیان به اندازه بورژواها کارگران را تحقیر نمی کنند یا به این خاطر که رفتار مؤدبانه با همه را خوش می دارند. چون زنان زیبایی که صمیمانه به همه لبخند می زنند و می دانند لبخندشان مایه شادمانی است. در ضمن نمی توانم بگویم که این تساوی که میان مردم عادی و بزرگ اشرافیان قائل بودم با همه اقبالی که میان خود ایشان داشت همیشه و در هر حال مادرم را خوش می آمد. بدیهی است که از نظر انسانی میان ایشان تفاوتی نمی دید و اگر فرانسواز دچار دردی یا غصه‌ای می شد مادرم با دلسوزی و فداکاری بهترین دوست به درمان و دلداریش می رفت. اما فرزند خلف پدر بزرگم بود و نمی توانست از نظر اجتماعی وجود کاست های متفاوت را نپذیرد. هر چقدر هم که اهل کومبره مهربان و عاطفی بودند و هر اندازه هم که از زیباترین نظریه های برابری انسانی پیروی می کردند، باز مادر من از دیدن نوکری که گردن کشی می کرد و در اشاره به من فقط ضمیر سوم شخص مفرد را به کار می برد، همان ناخرسندی سختی را نشان می داد که در کتاب خاطرات سن سیمون در مواردی دیده می شود که اربابی به ناحق این اجازه را می دهد که در سندی رسمی او را حضرت والا بخوانند یا آنچرا که باید به دوک ها بپردازد و رفته رفته خود را از آن معاف کرده نمی پردازد. این روحیه کومبری چنان انعطاف ناپذیر بود که پایانش قرنها نیکدلی، چنان که نیکدلی بی پایان مادر من و نظریه های برابری جویی طلب می کرد. نمی توانم بگویم که عناصری از این روحیه نزد مادرم حل ناشدنی باقی نمانده بود. در حالی که براحتی به نوکری 10 فرانک انعام می داد و خیلی هم از این کار لذت می برد، محال بود دستش را به او بدهد. چه به زبان می آورد و چه نه. در نظرش ارباب ارباب بود و خدمتکار کسی که باید در آشپزخانه غذا می‌خورد. وقتی می‌دید که راننده اتومبیلی با من در ناهارخوری غذا می‌خورد، با ناخرسندی می‌گفت: فکر می‌کنم بتونی دوستی بهتر از یه راننده برای خودت پیدا کنی. به همون لحنی که ممکن بود درباره ازدواجم بگوید: می‌تونی با بهتر از اینا وصلت کنی. آن روز آن راننده که خوشبختانه هرگز به فکرم نرسید دعوتش کنم آمده بود تا بگوید شرکتی که او را برای آن فصل به بلبک فرستاده بود از او می‌خواست همان فردا به پاریس برگردد. به نظر می‌آمد گفتهش حقیقت داشته باشد، به خصوص که آدم خیلی خوبی بود و به زبانی چنان بی‌پیرایه حرف می‌زد که همیشه گمان می‌کردی از انجیل نقل می‌کند. اما معلوم شد که فقط نیمی از گفتهش درست است. البته واقعیت این است که دیگر کاری در بلبک برایش نمانده بود و در هر حال شرکت که به گفته های انجیلی جوان و اتکایش بر چرخ تبرکش چندان اعتمادی نداشت، مایل بود او هرچه زودتر به پاریس برگردد. در حقیقت حواری جوان از طرفی دست به معجزه تکثیر می زد و کیلومترهایی را که برای آقای شارلوس رفته بود ششلا پهنا حساب می کرد و از طرف دیگر وقت حساب پس دادن به شرکت همان کرایه هایی را که دریافت داشته بود تقسیم بر شش می کرد. نتیجه این که شرکت یا می پنداشت که دیگر در بلبک کسی به گردش نمی رود که پایان فصل این را توجیه می کرد، یا می دید که راننده در حال سوء استفاده است و در هر دو حال بهتر می دانست او را به پاریس فرا بخواند که البته آنجا هم کار رونقی نداشت.
راننده دلش میخواست تا حد ممکن از کسادی بگریزد. گفتم با مورل رابطه نزدیکی داشت. هرچند که هرگز این را در حضور دیگران بروز نمیداد. رابطه‌ای که در آن زمان از آن بیخبر بودم. و اگر میدانستم دچار بسیاری گرفتاری های بعدی نمیشدم. از روزی که راننده به پاریس فراخوانده شد و هنوز نمیدانست که میتواند نرود، ناچار شدیم برای گردش کالسکه‌ای کرایه کنیم. گاهی هم برای سرگرمی آلبرتین که سواری را دوست می داشت اسب کرایه می کردیم. کالسکه ها خوب نبود. آلبرتین می گفت عجب لاک پشتی. اغلب هم دوستتر می داشتم تنها باشم. بدون آنکه هنوز تاریخی در نظر بگیرم، دلم می خواست دیگر آن شیوه زندگی پایان بگیرد. چون به نظرم عیبش این بود که مانع نکار که خوشی من می شد. با این همه پیش می آمد که گاهی عادتهایی که دست و پایم را می بست ناگهان از میان برداشته شود و این اغلب هنگامی بود که یکی از منهای گذشتم آکنده از تمنای زندگی شادمانه لختی جای من کنونی را می گرفت. این میل به رهایی به ویژه روزی به سراغم آمد که آلبرتین را به خانه خاله اش رساندم و برای دیدن وردورن ها با اسب از مسیری میان بیشه ها گذشتم که وصفش را از آن دو شنیده بودم. این مسیر به پیروی از نشیب و فرازهای پرتگاه دریایی گاه رو به بالا می رفت و گاه از لابلای درختان درهم فشرده‌ای میان دره‌ها و گودال‌های وحشی فرود می آمد. یک لحظه تخت سنگ‌های برهنه‌ای که در پیرامونم بود و منظره دریا که از ورای بریدگی‌هایشان دیده می شد در برابر چشمانم چون تکه‌هایی از جهان دیگر شناور شد. چشم‌انداز کوهستانی و دریایی را باز شناختم که الستیر آن را زمینه دو آبرنگ بسیار زیبایش کرده بود. دیدار شاعر با الهه هنر و برخورد جوانی با اسبادم که در خانه دوشس دوگرمانت دیده بودم. خاطره این دو اثر چنان آن مکان را از جهان کنونی بیرون می برد که هیچ تعجب نمی کردم. اگر همانند آن جوان دوران ماقبل تاریخی که الستیر کشیده بود در حال گردش به شخصیتی اساطیری برمی خوردم. ناگهان اسبم روی دو پا بلند شد. صدای شگرفی شنیده بود. به هر زحمتی که بود مهارش کردم و نگذاشتم به زمینم بزند. آنگاه چشمان پر از اشکم را به سوی بلند کردم که صدا از آنجا آمده بود و در 50 قدمی بالای سرم در دل آفتاب میان دو بال فولادی رخشان و پران آدمی را دیدم که صورتش نامشخص و پنداری مردی بود. همون اندازه به هیجان آمدم که یونانی که نخستین بار نیمه خدایی را دیده باشد. گریه هم می کردم چون از لحظه ای که فهمیدم صدا از بالای سرم می آید، چون در آن زمان طیاره هنوز به ندرت دیده می شد، از فکر این که برای اولین بار چشمم به طیاره می افتد آماده گریه شده بودم. آنگاه همچون زمانی که روزنامه می خوانی و حس می کنی که به زودی به کلمه تأثرانگیزی بر می خوری، منتظر بودم تا چشمم به هواپیما افتاد گریه کنم. در این حال به نظر آمد که خلبان درباره مسیر خود شک کرد. حس می کردم که در برابر او، در برابر خودم اگر اسیر عادت نبودم، همه راه های فضا و زندگی باز است. پیشتر رفت. چند لحظه روی دریا چرخید. سپس ناگهان راه خود را انتخاب کرد. انگار تسلیم نیروی خلاف نیروی جاذبه شد و به حالتی که پنداری به دیار خود برگردد، با حرکت سبک بالهای طلاییش راست در آسمان بالا رفت. اما راننده از مورل خواست به وردورن ها بگوید که نه فقط کالسکهشان را با اتومبیل عوض کنند که با توجه به ریخت و پاش وردورن ها برای اعضای محفل کار کم و بیش آسانی بود، بلکه خود او را هم به جای مهتر اصلیشان یعنی همان جوان حساس و غصه خور به کار بگیرند که این چندان ساده نبود. این جا به جایی در عرض فقط چند روز به شکل زیر انجام شد. مورل اول ترتیبی داد که وسایل لازم برای آماده کردن اسب و کالسکه را از مهتر بدزدند. یک روز دهنه اسبی و روز دیگر افساری گم شد. یک بار دیگر تشک نیمکت، سپس شلاق، سپس رو انداز، سپس تازیانه و آنگاه اسفنج و جیر ناپدید می شد.
اما راننده همواره راه حلی پیدا میکرد. از همسایه ها کمک میگرفت. ولی همه اینها مایه تأخیر او و خشم آقای وردورن میشد و او را دچار غصه و پریشانی میکرد. راننده اتومبیل عجله داشت و به مورل گفت که دیگر باید به پاریس برود. باید اقدام قاطعی می کردند. مورل در گوش خدمتکاران وردورن ها خواند که مهتر گفته برای هر 6 نفرشان دامی تدارک دیده که از آن خلاصی ندارند و نباید به او اجازه دهند در این توطئه موفق شود. گفت که خودش نمی تواند دخالتی بکند اما به آنان هشدار می دهد تا پیشگیری کنند. قرار بر این شد که وقتی خانم و آقای وردورن و دوستانشان به گردش رفتند، همه در آخر به جوان مهتر حمله ببرند. با آنکه انگیزه اصلی هم تعریف آن است که باید اتفاق می افتاد، به دلیل اهمیتی که شخصیت ها بعدها برایم یافتند، باید بگویم که در آن روز دوستی مهمان وردورن ها بود که می خواستند پیش از رفتنش در همان شب او را پیاده به گردش ببرند.